سلام بچه‌ها، من دنی پینکمن هم و خیلی خیلی خوش اومدیم به چنل دنی پینکمن فیفا. خب آقا، امروز اومدیم با بررسی تک به تک کارتای تیم آف دوی که اول که تقریبا تیم آف دوی که متعادل رو به پایینیه و زیاد کارتای خوبی نداره، اما دو سه تا بازیکن خیلی خوب داره که میتونن قیمت خوبی داشته باشن و بازیکن خوبی باشن. پس حتما تا آخر ویدیو رو نگاه بکنید. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین، همین الان سابسکرایب بکنین تا میتونید کامنت بذارین و ویدیو رو لایک بکنید و بریم ببینیم چه خبر. خب آقا، تیم آف دوی که اول رو با این بازیکن‌ها شروع می‌کنیم و اول از همه با تونی شروع بکنیم. چرا؟ چون تونی اولین فیوچر تیم آف دوی که فیفاه. فیوچر چی بودش؟ این بودش که بازیکنی که زیر 80 یوهو به جای اینکه یه بار آپگرید بشه تو یه هفته دو بار آپگرید میشه. از 76 یوهو شده 84. کارت خوبیه، اما 3-3 بودنش باعث میشه که زیاد کسی سمتش نره و قیمت پایینی داشته باشه و این کارت اول بود که خب لینک خوبی هم داره، انگلیسی و پریمیر لیگه و حالا باید ببینیم که تو بازی چه جوریه. و نفر بعدی آقا محمد صلاحه که تازه بعد این فرم گرفتن کارت شبیه کارت گلد پارسالش شده. اگه بخوایم دقیقا نگاه بکنیم ببینید کارت گلد پارسالش رو نگاه کنید، هنوز تازه سرعت پارسالیه نسبت به این فرم امسالش بیشتر بود، ولی خب کارت خوبیه و این صلاح اصلیه نسبت به گلدش و کارت اوکیه در کل. و نفر بعدی از این طرف ادین ژکوه، فیک فوت 5 اسکیل 3، شاید به عنوان سی ای ام بتونه کارو در بیاره، ولی قد خیلی بلند 193 ایش یه کوچولو لغ میزنه و کارت بدی نیست و همه میدونیم که خدایی لایق تیم آف دی ویک بودش و کلا تو اینتر داره میترکونه و گل میزنه و خیلی خوبه و حالا کارتش تو فیفا هیچ موقع کارت محبوب و جذابی نیست و امسال هم همینطور. نفر بعدی کیمیشو داریم که کیمیش هم شروع کرد دیگه، یعنی از این هفته شروع کردش رگباری تیم آف دی ویک و این فرمو نمیدونم همه چی میخواد بگیره دیگه. کلا کارت خوبی شده، خوب بود گلدش، خوبتر شده و آپگرید منطقی بودش و هنوز اسکیل 3 و تا اسکیلش به نظرم 4 نشه توی حالا نمیدونم توتی توت هر جایی اسکیلش بره بالاتر کارت تازه بهتر میشه. خب هیچ کس از کیمیش انتظار دریبل خفن زدن اینا هم نداره، کاری که با کنار تو زمین میکنه و بازیکن خیلی خوبیه. نفر بعدی اینجا سارو داریم، سار بازیکن سنگالی واتفورد که پریمیر لیگ، اسکیل 4 ویک 2، پیس 95، دریبل 84، کارت فوق العاده خوبیه. کسایی که با توتس سار پارسال بازی کرده بودن میدونن که چه باگیه و کارت خوبی داره، قیمتش هم احتمالا متوسط باشه و بشه گرفتش و به خاطر ویک 2 احتمالا قیمت پایینی داشته باشه. اجرایی کارت خیلی خوبی و لینک کردنش هم راحت و به نظر من میتونه گزینه خیلی جذابی باشه. و نفر بعدی دیاز از پورتو، 4-4 استات فوق‌العاده‌ای داره و واسه تیمای استارتر هم گلدش هم این کارتش در کنار مثلا بازیکن‌های خفن لیگ پرتغال مثل پپه و بقیه کارتا خیلی به نظرم گزینه خوبی و کارت خوبیه و این فرم جذابی گرفتش. نفر بعدی تییاگو سیلوا رو داریم که پیس 55 باعث میشه سری ردش بکنیم و بریم نفر بعدی، ولی خب خدایی لایقش بود و یه گل هم زده بودش و واقعا این فرم منطقی بودش. نفر بعدی فارونی رو داریم که اصلا نمیدونم کیه و چیه و چه جوریه و به درد نخورم هست. و بونو رو داریم در روزمان سیویا که برای کسایی که لالیگا میبندن اگه آن ترید داشته باشنش در روزمان خوبیه، نداشتنش هم چیز خاصی نیستش به نظر من. و نفر بعدی اینجا داوید گارسیا، اسکیل 2 ویک 3، کلی کارت گلد سرعت از این بالاتر هستش تو لالیگا و کلن این فرم دفاعی این هفته آشغال بودن و مهاجمه و هافک های خوبی داشتش. و گلد سرسبد این فرم این هفته آقا وینیسیوس جونیوره، اسکیل 5 ویک 4 با این استات، یعنی قشنگ یه کارتیه که از الان واسه اینایی که رت بازی در میارن اندیمه تموم شد، تیمو بستن با وینیسیوس رفتن و انصافا کارت خیلی خوبی داره و میتونه گزینه جذابی باشه واسه لالیگا بازا و لینکش هم که خیلی راحته و گیم پلی هم داره، گیم پلی خیلی خوبی داره و راحت 4 ما میتونه ساپورت بکنه ولی قیمت بالایی داره. فکر کنم در کنار محمد صلاح گرونای این هفته این دو نفر باشن و اینا هم بازیکنای ذخیره این فرمن که کاپوتو شاید بهترین گزینه باشه برای استارتر سری آ اگه مثلا آنترید گرفتیمشون. بقیه دیگه واقعا به درد نخورن. این سی ایم بدی نیست واسه بوندسلیگا چون 4-4 و استات خوبی داره
و اون دو نفری هم که ما گرفتیم، یکی این دیالوی آن ترید و این بلسی که ترید بوده، جفتشون به درد نخورن تقریبا. و هورن و نمیدونم تورنسترا و خیلی بازیکن هستش که اکثرا دیگه اینا به درد نخورن و بهتریناشون تو همین تیمه بودن که گفتم. و یه نکته دیگه درباره این تیم این فرم و این چیزا هستش که آقا اونایی که بازی رو پیش خرید کرده بودن، از این تیم قراره یه بازیکن این فرم رایگان بگیرن که مال من این بودش، این دیالوه بودش، ویدیوشو گذاشته بودم و دیدین. و فعلا تیم آف دوی که اول، اگه بخوایم یه ریت کلی بهش بدیم، تیم آف دوی که فوق‌العاده ای نیستش، تیم آف دوی که بدی هم نیست واسه استارتر، چون دیاز، سار، وینیسیوس، تونی، حتی کاپوتو، حتی این یارو ریتز، یا به نظر من حتی میشه گفتش همین بلسی که من گرفتم، اینا استارترهای خوبی هستن تو لیگ‌های مختلف و این فرماشون چون الان تو پکا هستش، به نظر من میتونه یه لول از کارت گلدشون بهتر باشه و مثلا یه کوچولو بیشتر کمک بکنه، ولی باید قیمت ها بیادش و ببینیم که علاوه قیمتی چجوری هن و میصرفه یا نمیصرفه. اما خب به نظرم کارت های خوب بودن، حتی ژکو هم به نظر من کارتی جذابی بود چون ویک 5 داره و کلن یه سری سر اون قضیه CDM اگه بهتون باشه گفتم، یه سری با هافک دفاعی تانک و قد بلندی که عقب بمونه و استی بک باشه حال میکنن و سبک بازیشون رو واقعا خوب بازی میکنن و به قول معروف بلدن از اون کارت بازی بکشن. و یه سری هم هستن که توی حمله همچین بازیکنو استفاده میکنن که مثلا ژکو با این قد و هیکل یه هدایی بهت میزنن باش که اصلا پشمات میریزه و حس میکنی که اگه مثلا تو عمل ژکو بگیری میتونی خوب بازی بکنی، ولی خب میگیری و پشیمون میشی. حالا اونایی که میتونن و بازی بکنن با یه هانتر کارو در میاره به نظرم و کارت اونقدر بدی نیست واسه استارتر. و بقیه هم که گفتم چرت و پرت بودن و یه جورایی تیم آف دی ویکایی که قراره فیری بهتون بده از این بره نه از این بر، و بیشتر از ایناست. از اینجا هم بخواد بده دیگه نهایتا مثلا این فارونیه رو میده، به منم دیدین دیگه مثلا دیالو رو داد، یا اون یکی پک تریدی که زدیم بلس رو داد که خب قیمتش از همون مینیمومش بالاتر نمیره هیچ موقع. و این حقایقیه که درباره پکای رایگان ای ای باید در نظر همیشه بگیریم. و با این تفاصیل این بودش از تیم آف دی ویک. حالا حتما نظرتون تو کامنت ها واسم بنویسین، اگه پک کردین پک رایگانش رو داشتین یا توی پکای دیگه از تیم آف دی ویک گرفتین توی کامنت ها بگین کی بودش. و تا میتونید کامنت بذارین، ویدیو رو لایک بکنید، اگرم هنوز سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنید، و اگرم قبلا ساب کردین ممکنه که سابتون پریده باشه پس دوباره چک بکنید، اگه ساب نیستین ساب بکنید. و دمتون گرم که ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. اسم من دنی پینکمن و تا ویدیو بعد فعلا.